Yo yo yo, what's up? شما دیدین به این ویدیو، این ویدیو در رابطه با اینه که ما چجوری بتونیم ریناونمون رو خیلی سریع آب کنیم با دروید ونتیر. من این کار رو با یکی از دوستان انجام میدم که ببینیم این کار رو میشه حتی بوست هم کرد، ولی خب همیشه حواستون باشه. حالا ما یه ذره صحبت هامو میذارم برای بعد. این خرسه حواستون باشه چشم داره و حتما مثل ما دورش بزنین، خیلی مهمه. یه خرس هم یه ست خرس هم اینجا هستن که شما میتونین دورشون بزنین، ولی خب اوکی کشیدیم نداره، مهم نیست. شما وقتی با یکی دیگه برین میتونین هده اینجا رو بکشین. خب حالت سولو رفتنش هم بعد از این ویدیو براتون میذارم، چون سولوش زیاد نمیتونین هده رو خوب بزنین و خیلی سریع پوش بدین. خودتون دیفیکالتی دانجر روی هیرویی که ما اکثر باسا رو اسکیپ میکنیم که برسیم به باس آخر، اینکه باس آخر رو بکشیم. خیلی اینجا رو سریع کویک باید بریم اینجا. وسطیه رو اگر روتش بکنیم دیگه حرکت نمیکنه، پس حتما روتش کنیم تا اینکه دیگه عد اضافی نخواهیم بزنین. حواستون باشه دوراف شدوی که میزنین حتما باید توی این نقطه باشه اگر میخواین کسی رو بوست کنیم، چون که شما با تنیت وایلد چارج و برگردید حتما یه تو باشه یه سواب بلستر بگیرین، سواب بکنین کسی که دارین باهاش میرین و همونی که سواب کردین میتونین وایل چارج کنین روش و ادامه راهو برید. ولی اگر شما دوراف شده بکنین تو این ناحیه یا تو این قسمت هم میتونین بکنین، ولی اگر از قسمت مارک رد به سمت مارک زرد بخواین برین 100% تلپورت میشین اون بر. خاطر همینه که ما میاییم روی این قسمت تمرکز میکنیم. اینجا میتونید دراف شادو بکنید، ولی بهترین راه اینه که شما روی این لبه دراف شادو بکنید که بتونید وایل چارج بزنید. اگر روی مارک قرمز بیاین و وایل چارج بزنید تلپورت میشین عقب و همه ادا رو میکشید. ولی کار سختی نیست، ولی خب بالاخره بعد این قسمت هم که شما باید ببینید که دراف شادون چقدر کوله. الان دراف شادوی ما ریدی شد، ولی ممکنه برای شما ریدی نشه. میتونید از سول بایند تئوتال استفاده کنیم و از این مسیر بریم و تلنت دوراب شدتون رو بکنیم دوتا چارج که خیلی راحت دیگه اینجا نخواهیم وایسیم برای اینکه تو کولان باشه. همیشه حواستون باشه که دوراب شدتون رو توی این قسمت ها بزنین، توی این قسمت پفش اویلیبله. حالا میشه گفت که این قسمت یه حالت زمین داره، میتونیم روش دوراب شده کنیم، وگرنه نمیذاره، اون اویلیبل نیست پف براتون. ولی تو این قسمت اویلیبلت توی مارک بنفش. اینجا هم دقیقا همین جوری اگه بخوایم بوست بکنین باید دوراف شادو بزنین برین این ور و اینکه یه مانت دو نفره یه چیزی که کسی بتونه سوارش بشه. اگر که درویدتون بچه لیژن بازی کرده باشین میتونین برین یه سری ریسایپ بخرین رو لرن کنین برای اینکه بتونین روی مانت ترابل فرمتون هم یکی رو سوار کنید. حالا من روی این دروید هم ندارم چون این دروید هم آلته، ولی با این کار هم میتونید، با مانت هم میتونید این کار انجام بدون. این اینجا این قسمت هم رد میکنین. خب ما الان آلردی رسیدیم با سافر، میتونیم با سافر بریم بکشیم. فقط این یه قسمتشو هم با دوراف شدو میتونید بریم بالا هم با وایلد چارج. من حالا با وایلد چارج میرم چون من درویدم، ولی اگه دروید نیستین میتونین با خود دوراف شادو هم بریم، هیچ مشکلی نداره. جا میایم بالا، رسیدیم به باس آخر دانجن. باس آخر دانجن بهتون رینان میده، ولی چانسیه که بده، ولی چانسش شما اگر کوستای کمپینتون رو زده باشین، من الان یه دونه‌شو نزدم هنوز، کوستای کمپینتون اگه کامل زده باشین چانس این که رینان بگیرین خیلی زیاد تره. پس سعی کنید کوئست های کمپینتون رو قبل اینکه برین برای فارم بزنین. البته میتونین تا رینان 2022 اینجا فارم بکنید که کوئست های کمپینتون کامل باز شه، بعد برید کوئست های کمپین رو بزنین برگردین ادامه رینان فارمتون رو بکنین. تقریبا میشه گفت که هر رانش یه چیز حدود 3 دقیقه تا 5 دقیقه بستگی به فاکت آپ کردنتون داره. اگه خیلی کویک سریع برید چیزی بوده مثلا 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
ولی خب سولو زدنش یه مقدار ممکنه اذیتتون کنه. ویدیو سولوش هم الان بعد از این میرم، یعنی همینو بعد از این سولو میرم، نمیتونیم ببینید که خیلی کار راحتیه، سعی ایرانتون رو فارم میکنین. ولی خب دروید ونتیر، اگر یکی از دوستتون دروید ونتیره بدونید که حتما میتونید با این کار راحت رینان بگیرید. به من حالا اولش رینان نداد چون من رینان تقریبا 34 داره مکس میشه، داره همین چند سفیده کمی کمتر یکی من بیشتر بگیرم. همین کار من الان سولو انجام میدم و اینکه چیز دیگه هم میخواستم بگم که یادم رفت، سولو انجام دادنش هم یه کمی سخت‌تره ولی همون جوری زیاد فرق خاصی نداره. برای دانجن میشیم اینستنت، همون اگه انگلیس کنی اسپید بزنیم بریم میبینی که فرسا اینجا، برای همین از این مسیر نمیتونیم بریم و تقریبا میشه گفت که از اینجا بریم که ما رو نبینن. همون لحظه که وارد میشین انویز کنین، تایملاینش با موومنت اینا خیلی خوب در میاد، هم اون رد میکنین هم میان اینجا سریع روت میزنین، دیگه فاکاپ مثل دفعه قبل رو اصلا نداره. شما میتونین اینجا دراف شده بکنین، اون قصد هم که گفتم میتونین دوباره بکنین، ولی این راهش نگه خیلی راحت و سریع. اینجا تقریبا چه گفت دراف شدتون میرسی کولان یه چیزی بوده 35 ثانیه، برای همین دست پیش بهتون گفتم که اگر میخواین که خیلی سریع تر اینجا رد کنی، حالا anyway نیازی نیست چون شما اگه 3 دقیقه بزنین 10 بار بزنین تو منینستنس میشه، چون وایسی من میتونین تالنت رو بگیرین که دراف شدتون 2 تا چارج بشه. این میگم anyway تو منینستنس میشین و زیاد کار خاصی نداری که بخواییم بکنیم. دراف شده هم اینجا میزنیم، حالا دراف شده اونو میتونیم از اینجا هم بزنیم. حالا اینو بهتون میگم اینجا میتونیم این عدد رو کپچر کنیم و بزنیم، ولی من این عدد رو کپچر نمی کنم چون برای باس آخر میخوامش، مثلا همین این عدد رو میکشم و میرم روی باس آخر. میتونین عددم نگیرین و نزنین برای راحتی کار خودتونه به نظر ما، ولی میتونین هم نگیرین اصلا کلن. شکرش اینجاست که فقط چون این کامبت میشین یه ذره اسلو میشین، اینجا آهسته تر میرین. بله شما کار خودتون رو میکنین و اینکه اسمبون خودش سامن میشه بالا، اسنپ میشه بالا براتون، یه نیازی نیست که وایسین تا بیادش، همینو حرکت میکنین و میریم بالا. اصلا اینجا چون کمبتی ممکنه یک کمی اسلو بشنه کمی سختر خواهیم. آها اون که گفتم با دوراف شدو هم میتونیم برین، با دوراف شدو هم اگه دقیقا اون قسمت بزنین میتونیم برین بالا و دور آف شدو هم میشه. الان این کاری که هم افتادم با این که با وایل چارج هم نشون بدم، با وایل چارج هم همینجوری میتونیم بالا، زیاد کار خاصی نداره. اون عدی هم که الان رو ما کمبته احتمالا هم پایینه، احتمال داره اسنپ شه الان رو ما، نمیدونم اینا هاینه هاش داره آروم آروم میاد. میتونین این کار نکنین چون زیاد کار چیزی هم نیست، 10% کلا دمیج کمتر میخوریم. خب برای سولوش اگه واقعا نمیتونین بزنین یا سخته براتون، من حالا انیوی در دو شرایطش میتونم بزنم، ولی اگر راحت نیستین میتونین بزنین. گیر کرده عده آنلاکی اومدش، بعد اسنپ شد ولی خب الان اسنپ نمیشه، بعد برسه به دم دیوار بعد میاد بالا، وقتی نتونه دمیج هم بده میاد.
چقدر طول کشید؟ آه از اینجا میتونه منو بزنه، ولی اونجا که بیام نمیتونه دید. چرا اسنپ نمیشه؟ این هر لحظه ممکنه بیاد بالا. حالا زیادم مهم نیست، از کامبت در اومدم بکنم عده در مهم نیست. پاسو میزنیم اینیم بدون اون عدم کار سخت نیست. این سولو هم زیاد کار سختی نداره، فقط یه دونه دات میندازه روتون، اون زیاد دمیج میزنه. اونم میتونین قشنگ خودتون ست فوکس بکنین، پارت آف دی وایل مثلا، ست فوکس که نه، خودتون رو میتونین هیل بدین با تالنت رستو افینیتی، حتی میتونین به خودتون اینرویت بدین مثل من وقتی هارت آف دی وایل میکنین، شروع کنین به دمیج دادن و هیل دادن. کار سختی فکر نکنم باشه. خب از همه دفنسیواتون باید استفاده کنید برای اینکه باز رو بخواید راحت بدون درد سر بزنین. دقیقا همین دارت هست من انداخته بهم 15 ثانیه رو، من این زیاد میزنه واقعا. Suffering. Stigma of pride. Telekinetic toss. هم از این پاسو میکشین، رینان بهم نداد ولی بهتون قطعا رینان میده، یعنی نگران این نباشین که رینان نمیده یا چرا نمیده بهتون. اگر کمپینتون رو کامل زده باشین و فارمش بهتون رینار میده. حالا چانسیه گرفتنش بدی منو بهتون رینار میده. مرسی از اینکه تا اینجا بودین، ویدیو رو دیدین، دم همتون گرم. سابسکرایب میتونین بکنین منو اگه دوست داشتین. من اینکه ویدیو رو تازه شروع کردم به ویدیو گذاشتن داخل یوتیوب، استریم هم شروع کردم، ویدیوهای خیلی زیادی میذارم از پچ بعد، پچ سیلوانس که داره شروع میشه، این پچ که تموم شد. این پچ تنها چیزی که خیلی مهمه اینه که برین رینانتون رو فارم کنین و اینکه ببینین بهترین کاوننت برای پچ بعد چیه. ما بریم آقا، گود نایت بلند.